که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست به این که باید ریشه داشته باشید پس از آنکه علی دایی در یک پست اینستاگرامی به حوادث دانشگاه شریف و ماجرای مدرسه دخترانه اردبیل واکنش نشان داده بود بازیکن فولاد خوزستان وریا غفوری با انتشار پست اینستاگرامی از او حمایت کرد در این پست که نقشه ایران را نشان میداد موی زنانه ای به همراه یک گل مینا دیده میشد همان گلی که مسیح علی نجاد نیز همیشه بر روی موهایش قرار میدهد وریا در جریان درگیری های جوانرود های جوان رود و مهاباد با انتشار یک استوری تند خود را بیشتر بر سر زبان ها انداخت وقتی که او در استوریش نوشت کشتار مردم کرد را متوقف کنید کرد خود ایران است کشتن کرد برابر با کشتن ایران است اگر به کشتار مردم بی تفاوت هستی ایرانی که هیچ انسان هم نیستی تمام اقوام خود ایران هستند مردم را نکشید کاپیتان سنندجی آبی ها در این سالها به موزگیری های اجتماعی و سیاسی تندش خارج از زمین فوتبال شهره است او در این سالها نسبت به وقایعی چون ساقط کردن هواپیمای اوکراینی اعتراض آبان 98، مرگ دختر آبی، مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره واکنش هایی نشان داده است که قطعا باب میله بسیاری از جمله مدیران صدا و سیما نبوده است. پیش از این نیز بسیاری عدم دعوت از قفوری به تیم ملی فوتبال ایران را در چند سال گذشته ناشی از همین موزگیری های تند و تیز وی می دانستند. به گزارش همشهری پس از شایعات و هواشی پیرامون و وریا از استقلال و تلویزیون اقدام یک برنامه تلویزیونی دوباره باعث شد تا حرف و حدیث در خصوص کاپیتان سابق استقلال از سر گرفته شود جایی که هواداران استقلال با دست به دست کردن یک ویدیو و چند عکس به شدت نسبت به سانسور نام وریا در برنامه خندوانه معترض بودند و در فضای مجازی این موضوع را بارها و بارها پخش کردند گویا در بازی اسم و فامیل کامران تفتی اسم پسر با واو را وریا می نویسد بعد از آن صحنه کات می خورد و وقتی که رامبد جوان به صحنه آمده نام وریا تبدیل به وحید شده است استقلالی ها با انتشار تصاویر این اتفاق می گویند بعد از کات عوامل برنامه نام وریا را به وحید تغییر دادند اما بعد از این هواشیه به وجود آمده رامبود جوان با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این تصمیم را به گردن گرفته و ضمن عذرخواهی از, وریا غفوری در بخشی از صحبتهایش عنوان کرد سلام مخلصم خیلی خوب باشید دیشب یه مسابقه یه بازی خندوان وریای عزیز توسط کامران عزیز نوشته شد همانجا من به شک افتادم که اگر قرار باشد در پخش دچار اشکال شود و مجوز پخش نگیرد امتیاز هایمان هم در مسابقه برهم می ریزد و خود مسابقه را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین همانجا با مشورت خود شرکت کنندگان و تیم سازندگان به این نتیجه رسیدیم که نام وریای عزیز را پاک کنیم و یک نام دیگر بنویسیم که حداقل مسابقه دچار اشکال نشود همچنین محمد بهرانی صدا پیشه جناب خان به صورت جداگانه در مطلبی از این بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کرد و در بخشی از آن تاکید کرده بنده در هنگام ضبط این بخش از مسابقه در برنامه حاضر نبودم که اگر حاضر می بودم حتما ریاکشن نشان می دادم. در نهایت روابط عمومی شبکه نسیم اطلاعی را در این خصوص به ایسنا ارسال کرد. در پی رویداد پخش شده در مسابقه قاطیبازی در برنامه خندوانه پنجشنبه 23 تیرما به اطلاع مخاطبان گرامی و فهیم شبکه نسیم میرسانیم که این شبکه هیچ محدودیت و ممنوعیتی در پخش اسامی فرد خاص نداشته و تصمیم اتخاذ شده سلیقه و نظر تیم تولید برنامه خندوانه بوده و هیچ ارتباطی با سیاست های سیما و شبکه نسیم ندارد وریا غفوری پس از کشته شدن محسا امینی در اینستاگرامش شعری اعتراضی از سروده های فروخی یزدی شاعر پرآوازه و آزادی خواه اصر مشروطه را در اعتراض به مرگ مشکوک محسا منتشر کرد که منجر به بسته شدن حساب اینستاگرامیش شد. مطلع شعر فروخی یزدی که از مخالفین اختیارات بیحد پادشاهان بود چنین است. گل رنگ شد در و دشت از عشق باری ما چون غیر خون نبارد ابر بهاری ما لازم به ذکر است او در سوم آذر 1401 پس از انتشار پوست های جنجالیش بازدار شد وریا که یک کرد سنندجیست برای فصل 2022 و 23 پس از عدم تمدید قراردادش از سوی مسئولین تیم استقلال به فولاد خوزستان پیوست. در خصوص علت جدایی کاپیتان سابق تیم استقلال از این تیم دلایل متعددی ذکر شده به گزارش شهرارا نیوز موزگیری های سیاسی وریا قفوری در خصوص مسائل مختلف به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی برای جدایی یا اخراج او از تیم استقلال بود اوج حرکات وریا تیشرت دختر آبی بود که برای بازیکنان استقلال در بازی با نفت مسجد سلیمان تهیه کرد و به هم بازیانش داد تا پیش از این دیدار به تنگ کنند اما گزارش های سایت ها و رسانه های دیگری چون خبرگزاری پانات چیز دیگری را مطرح می کند این خبرگزاری اینطور نوشته است که ماجرا این بود که وریا در جریان تمرین تیم استقلال به دلیل تکل یکی از بازیکنان روی پایش به شدت عصبانی می شود و بعد از کوبیدن کاوری که به تنداش بدون اجازه از کادر فنی راهی رختکن می شود در واقع نکته اصلی ماجرا همین است که آقای کاپیتان نتوانسته بر اعصابش مسلط بماند و بدون اینکه از مجیدی اجازه بگیرد راهی رختکن شده است سرمربی استقلال فرهاد مجیدی هم تصمیم گرفته این بازیکن را به طور موقت از تمرینات تیم کنار بگذارد اتفاقی که در کنار نیمکت نشینی وریا سبب جدایی او از استقلال و پیوستنش به فولاد شد در برنامه فوتبال برتر صدا و سیما تصویر کاپیتان تیم قهرمان یعنی استقلال را از عکس تیمی آبی پوشان حذف کرد حال این سوال مطرح است که آیا وریا غفوری ممنوع تصویر شده به گزارش انصاف ورزشی به روال دوشنبه شبها برنامه فوتبال برتر که جایگزین برنامه محبوب نود شده است با موضوع بررسی مسائل روز فوتبال ایران به روی آنتن رفت برنامه که با اجرای محمد حسین میساقی در این سالها با واکنشها و هواشی مختلفی مواجه بوده برنامه این هفته فوتبال برتر که طبعا پس از قطعی شدن قهرمانی استقلال در لیگ با محوریت این تیم پخش می شد یک اتفاق عجیب در برداشت داشت آن هم این بود که در تصویری که از تیم قهرمان پشت سر مجری و مهمانان قرار داده شده بود خبری از کاپیتان آبیها وریا قفوری نبود بسیاری این حس را به نوعی ممنوع تصویر شدن وریا قفوری معنا کردند تحلیلگران فراوانی در خصوص کردکشی در ایران واکنش نشان دادند از جمله در کانال تحلیلی خبر ریاکشن با اشاره به اینکه وریا قفوری پیش از این کلمه کورد را با واو نوشته است گفت این آقا پیش از این کورد را با واو می نوشت و حالا کرد بدون واو نوشته است اشاره این تحلیلگر یوتیوبی به حزب دموکرات کردستان عراق است که پرچم جداگانه ای نیز دارد و رهبر این گروه یعنی مسعود بارزانی به طور واضح در سخنرانی خود در جمع کردهای عراق اعلام کرده است که همه کردها خواهان استقلال می باشند و ما کردها باید کشوری مجزا از ایران و عراق و سوریه و ترکیه داشته باشیم البته وقتی سخنان آقای بارزانی را در کنار صحبتهای کارشناس اسرائیلی میگذاریم که باید همه با هم کمک کنیم تا امپراتوری ایران را تجزیه و متوقف کنیم واو کرد بیشتر معنی پیدا می کند. کانال هزار چهره مجموعه است از هزاران چهره ناماشنای گذشته تا حال و چهره های روز و آینده رو بیطرفانه و موشکافانه معرفی و بررسی میکنه. همراهی و سابسکرایب شما به ما دلگرمی داده و لایک های زیباتون باعث پیشرفت میشه. ممنون که بیننده این برنامه بودید.